شما استخدام. اینجا از ورزش شما از سررشته داری؟ بله ورزش میدین آیه چیز هرچی با شما اینجا خورد خمیر میکنیم کسی شاخ به شما نرمش میکنیم. قبلا جای کار کردی شما؟ کار ما کودک کار بودم من از اول گردگیری میکردم. نه چه ربطی به ورزش داره اینایی که داریم؟ شما فوتبال میدونی چیه؟ بله چیه فوتبال؟ فوتباله دیگه فوتبال با لغت میزنیم زیر تو ما تو بند تیم داشتیم بچه‌ها که فوتبال بازی میکردم من میشستم بالا تخمه میشکندم. خودت فوتبال بازی کردی یا فوتبال برحال؟ توپ میافتاد تمتم ما هم یه لغت میزدیم. درسته سه تا بازیکن مورد علاقتو میگی؟ جان کلود فندان، آقا سوخت سرایی، عهد پاساج آقیلیچ. فوتبال رو دارم میگم بازیکن فوتبال توپ میدونی چیه شما؟ توپ بله توپ خودم توپم خودم الان توپم رفقا منصور توپه بچه ها معمولا توپم توپه چیز ظاهره توپ اون توپ توپ گرده رو می گرده رو بله من توپ توپ میزنیم اگه سمت انسان ها باشه توپ شلیک میکنیم یه بتری کنم کسی شاخ بشه نه توپ. من اصلا منطقی نیست این جوابایی که داری میگی منطقیه کاملا من فقط برای این میپرسم چون اینجا باشگاه فرهنگی ورزشیه خواهم اینم سوابق فرهنگی دارید شما؟ علاقه دارم فرهنگی خیلی خوبه فرتوت فرهنگی گوجه فرهنگی رشته فرهنگی پس با این اوصاف فکر میکنی الگوی خوبی به نظر میای شما درسته؟ حالی یک اصلا اینا جوابات که اینجوری به نظر میرسه که بهترین الگو باشی بله شما کار اصلی چیه دوست من؟ همین گردگیری گردن شکوندن دو به یک باشه من برمیام سه به یک جوانی یه پیچ میزدم چهار پنج نفر میریختن نه بابا مثل برگ درخت خیلی عالی حالا اجازه بدین ما رزومه شما رو بررسی کنیم فکر کنیم تا ببینیم که فکر کردیم همین الان طبق جلساتی که گذاشتیم نتیجه اومد استریکس دارم نتیجه اومد شما فردا ساعت 11 میتونی سر تمرین باشی؟ شغل من چی میشه؟ جان؟ حالا من چی کاره میشم؟ شما میشید لیدر مثلا یکی از تیمای خوب پایتخت بشو باز شما در نکنه به هر حال آدمیزاد میگه تو میکینی کن و در چیز بینداز که در بیابان نعمت هست به حال از یازده شما دیگه منصور هم میتونی منصور بهت زنگ منصور پس من با منصور هماهنگ میکنم منصور با تو عمو منصور با من فقط فردا اومده زد زیاد کسی حرف زد گردگیری کنه صداد نمیاد ولی بوی دهنت اذیت میکنه دیگه کافیه عمو منصور میام الو سلام داداش قرص برنج داری؟ داداش سلام یه منقلی چیزی بذار موتاتی بلش کن موتاتی رو گذاشتیم تو چمن دو میدانی رو تحصیل میکنم داره شبیه که گذاشت گروه بخواد یک بنده های کت بازی کنم رزمی است حتی؟ کاری نکردیم ما هر بس کردیم کار گروهی بوده زحمات بچه ها رو من به سمر بسیدم پنج طلا، هفت نقطه، دو برنز در جوانان، چهار طلا، سه نقطه، پنج برنز نوجوانان. سلام اینجا یه ویدیو شکل دیگه است که از یه زاویه دیگه دنبال یه روایت دیگه از ماجراست. من عبدالله روا هستم و اینجا حرف شما. سه، دو، یک. ویدیو چک سلام علیکم ویدیو چک شروع شدیم که ویدیو چک شروع شد بیا بشین بهت بگم پشت پرده چه خبره یه چیزایی برات دارم برق از فازت بپره بی خیال ترافیک و گرونی و گرفتاری درآمدهای ریالی هزینه های دلاری سه دو یک ویدیو چک 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 لباس ورزشی بپوش بی کراوات و پاپیون یه هول لازم میشه بریم تو شکم فدراسیون فرقی ندارن واسه ما کلوپ و گل محمدی قلعه نوعی با فرگوسن مسی با استن اسدی سه دو یک ویدیو چک 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 خلاصه ما اینجا داریم به آب و آتیش میزنیم تعریف از خود نباشه ما ماشالله خیلی خفنیم آب دستت بذار زمین یه کمی با ما ببلگ چه دویدی بشی
ویدیو چه خانم ها آقایان یه فیلم ببینیم لطفا. بچه را همین پولی که اندازه گلر ذخیری یک میلیارد پرداخت نمی کنن. آقا این عشق و این حرفا مال دهه 60 حالا هزینه های زندگی خود شما می بینید. یه خطی شو به نظرم گفتی دیگه، هم عوادر استقلال پرسپولیس و آقا اینا میگن آقا این عشق و اینا واسه دهه 60 بازیکن‌ها واسه پیکانه تو کشور ما آلبالوی. واقعیت بازیکن‌ها فوتبال همیشه مورد اشتباه قرار میگیرن. چرا نباید بیمه داشته باشه، آینده داشته باشه؟ شما فوتبالش تماشاگر هیچ کاری نمی‌کنید. بله همونجوری که دیدید ایشون که صحبت می‌کردن وکیل آقای بیرانوند بودن، مصاحبهشون بود با فوتبال برتر که اومدن صحبت کردن گفتن که آقا نمیدونم عشق به فوتبال اینا مال دهه چند بوده؟ 60. مال دهه 60 بوده، گذشت رفت. الان دیگه خرج و مقرر شد خودتون یه نگاه بندازید. و بعدش هم گفت قرارداد بیرانوند اینجا نوشتم 18 میلیارد و 200 تومان بوده. بیرانوند از باشگاه چیشو میخواد؟ پولشو میخواد. تمام شد. ما هم یه نگاهی به مبلغ قرارداد انداختیم، یه حساب کتاب ریزی بیام الان ما هم بکنیم. ساب تایتل آماده ای؟ آقا ببین 18 میلیارد و 200 میلیون تومن رو تقسیم بر 365 کن. 2 تا 4 تا 6 داریم 2 بر 5 یه 10 بر 2 داریم. 49,863,013 تومن. اینقدر میشه در روز. حالا روز چقدر؟ 24 ساعت. تو این اینا که گفتی 49 میلیون خورده یا تقسیم بر 24 کن. دستم میشه 2 تا 4 تا یه 6 داریم یه 10 یه 2 بر 10 میشه 2,077,725 تک تومانی کلن. ایشون ساعتی در آمدشه، ساعتی 2,000,000 و 9 ساعتی هم که خوابه مثلا کاری هم نمی کنه اینا، داره ساعتی 2,077,625 تک تومانی میره به حسابش. خود خرجت زیاد نیست داشتالی؟ من برای خودت میگم به هر حال آدم شادی داره، شیون داره، روزگار تنگی داره، اومدیم حالا مثلا کله نفر بعدی خدای نکرده دور از جون تو زبون بد خواهد لال باشه خورد مثلا دیگه مثلا یه استخونی که اون دیگه به این راحتی جوش نمیخورد. یه فوتبال بابا فکر آینده باش، هر چی پول دستت میاد هزینه میکنی برای موارد دیگه، چیکار میکنی این پولا رو؟ نکنت میدی موتوریا؟ لا اله الا الله. نه البته دیگه بیرانوند دیگه حبس بعیده از این شده، ولی این آدم نباید خرج کنه. فکر آیندت هم باش، آینده نگری هم کن. میگه که به مالت نناز، به شبی بنده، به جمالت نه. خدا رو شکر جمال خاصی هم نداره مثل خود خودمون بدتر. همون به مالت نناز، یاد روش حساب نکن. آفری، متشکرم. به افتخار علی آقا بیرانوند. کافیه. اولین تمرین تیم استقلال هم برگزار شد به موقع تر از هر سال، همه سر کار خودشون. تیم حرفه‌ای خیلی امیدوار کننده، تماشاچی‌ها پرشور اومده بودن و یه نفر کفش‌ها رو جفت می‌کرد، مسئول کفش جفت کردن بود، کارش هم این بود. یه نفر چمن‌ها رو کوتاه کرده بود، یه نفر اومده بود اونجا کاغذ کشی کشیده بود، بنرای زیاد زده بودن، همه اومده بودن. آقای شیرینی‌ها رو گرفته بودن، آورده بودن کم قند، یعنی آره بدون لاکتوز اون شیر، البته همه چیزو گرفته بود، همه چی آماده بود که شروع بشه. تعداد زیادی از تماشاچیان به صورت خود جوش و علارغم میل باطنی آقای سید حجت کرمی سرپرست مدیر عامل اومده بودن یه سری بنر تمدید و تمجید و تعریف گذاشته بودن که آقای کرمی دمت گرم، جان نثاریم، کوچیکتیم، عزیزی، نمیدونم یه شماره کوچیکتر کن کفشتو، بزرگتر کن کفشتو، ما هم نفس بکشیم، عشق منی و عزیز اینا. که متاسفانه چند تا از خدا بی خبر ناهماهنگی داشتن تو بین تماشاگرها، خودشون جا داده بودن اومدن شروع کردن ضد آقای سید حجت کریمی شعار دادن و نمیخوایم و نمیدونم فلان و آقای امیری فلان است و آقای اینا، خیلی ناراحت کننده بود. و اینا آقای سید حجت کریمی هم که اونجا نشسته بودن خیلی حرفه‌ایش عکس العمل نشون نمیدادن. یهو چند تا این داشیا از این داشیا که به هر حال سی یه خودتون بهتر میدونین اومدن اونجا، اولا رفتن یه سلام علیک کردن و با آقای کرمی رو کنارش نشستن و اینا، بعدش هم رفتن اونجا دیدن تی انگار دارن پشت سر آقا عزت کرمی صحبت میکنن و اینا، همینجوری کندن مثل قشنگ مثل اینایی که بدون امکانات از دیوار صاف میرن بالا. رفتن تو تماشاچی و دو سه تا تماشاچی رو گرفتن چپ و راست کردن تو
خوری اینا رو استخوناشون قول اینجاشون رو گرفتن که دفعه بعد نیان چیز کنن. یعنی وضعیت طور شد که آقای سید حجت کرمی اصلا دلش شکست، خودش رفت جدا شد، رفت تو رختکن، برای اینکه بدون اطلاع ایشون و بدون اینکه اصلا میل ایشون به این سمت بشه، بدون هماهنگی و خط گرفتن، یه سری آدم رفتن اونجا گفتن که آقا کسی حق نداره پشت سر آقای کریمی صحبت کنه. واقعا ناراحت کننده است، واقعا ناراحت کننده است. برخلاف میل از مسئولان باشگاه استقلال هم هیچ کس از این قضیه خبر، هیچ کس خبر نداره. اصلا من خبر داشتم؟ نه. اگه من خبر داشتم هیچ کس. تموم شد. البته فرداش هم باشگاه استقلال محض محکم کاری آقای جواد نکونام رو برداشت، با آقای غلامپور اینا رفتن از چند تا کتک خورده ها دلجویی کردن. حالا البته اینی که خود بهزاد غلامپور هم برداشتن بردن از یه نفری که کتک خورده مثلا کت و کمرش کولش اینا مثلا کبود مبوده دلجویی کنم، خودش یه جوری ولی این کج سلیقگی بود. تو همش این یه مقدار عجیب بود. اصلا پیام این که بهزاد غلامپور بره از کتک خورده دلجویی کنه چیه؟ خیلی واضحه. غلامپور، شادی بعد از گل، کمر، ستون فقرات. یعنی دقیقا انگار میخواستم بگن که آقایون تماشاگرها دفعه بعد همسو بودیم با بنرایی که بدون میل باطنی مدیر جمعی از تماشاچه به صورت خودجوش زدن که بودیم. اگه همسو نبودین، خواستین ضد مدیریت صحبت کنین، تکلیفتون دیگه با یه سری آماتور نیست، تکلیفتون با این آقای غلامپوره که شادی بعد از گلش کمر آقای گل آسیا و تا همین چند وقت پیش جهان رو خم میکرد. فکر نکنید الکیه. بله دقت کنید، از همه اون چند تا انگوش شمار تماشاگری هم که اومدن نمیدونم از کجا خط میگرفتن. نبینمتون دفعه بعدا، نبیننتون البته، عصبی میشه. بفرمایید. نگاه کن چند تا شعار مختی است. شعار اولی که ما بهتون پیشنهاد میکنم شعار داور شکنه. آره هر اشتباهی که از داور سر زد کل استادیوم با هم میگن داور دقت کن، داور دقت کن. آره حالا اینو به زبون خودتون ترجمه میکنم، هرچی دوست داری بگی. چالو موریاره. آفرین. چالو موریاره. آره چالو موریاره. آره چالو موریاره. آره یه سری شعار دیگه هم داریم، شعار دعوا انداز داریم، تفرق افکن داریم، شعار تشنه کن داریم، یه سری شعار هست اینا تشنه کنه، از حروف حلقی باید تلفظ بشه. خب اینا رو میگی تماشاگرها تشنه میشن، بعد یه نفر بچهای خودتون میفرستین آب معدنی بفروشه که پولم در بیارین. خب خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو چک رو دیدید. ویدیو چک الان بازم ادامه داره، میتونید ببینید و میتونید به صفحه ما هم سر بزنید، قسمت‌های مختلف برنامه رو ببینید. قراره صفحه‌مون خیلی فعال باشه. خودتون به خودتون معرفی کنید، به بقیه هم معرفی کنید، برای بقیه هم بفرستید. ویدیو چک.tv توی تلویزیون هم که میتونید ببینید ویدیو چک رو. از همه کسایی هم که جاهای دیگه میذارن، سایت‌ها و نمیدونم چی میشه، تارنماهای مختلف ورزشی هم، خیلی ممنونیم از همه تون، متشکرم. ما رو دوست دارید. بریم ادامه ویدیو چک. اینا چیه میگی؟ بفرمایید. آقای درویش مدیر عامل پرسپولیس تو جلسه بوده، مثل اینکه مقدار حالشون بد میشه، حالا مقدارش هم گویا زیاد بوده. تصمیم میگیره محله چیکار کنه؟ ترک کنه. میره تو ماشین، میره اون پشت ماشین، کتشو میکشه رو سرش، از اونجا میخواسته رد شه بره. خیلی عادی، طبق معموله مثلا خیلی از انسان‌ها، میره بیرون. هر که حالش بده باید چیکار کنه؟ معلومه، خیلی ساده، میره یه ماشین گیر میاره، میشینه عقب، کتو میکشه رو سرش، میکشه سرش، از اونجا میره بیرون. دیگه همه میدونن، دیگه این چیز مشخصه. آقای درویش هم همین کارو داشته میکرده، اصلا خبر نداشته که حالا یه سری خبرنگار و هوادار دم در وایسادن، احتمالاً میخوان ازش سوال بپرسن که مثلا تو جلسه چی شو. آدم مگه مغزش به کجاها میتونه قد بده؟ چه میدونسته الان میخواست؟ خلاصه این خبرنگارا با تبحر خاصی میرن آقای درویش رو از رو کت میشناسن، از رو انگشتر، از زیر انگشتر، رکاب انگشتر رو در آورده، از زیر رکاب شناخت. این کیه زیر نگین؟ درویشه. اصلا یک آدمای عجیبه با این هوشا. واقعا شد ما باید تا حالا هزار بار منظومه شمسی رو در نوردین دنده بودیم. البته یه نکته بگم ها، اینجوری که آقای درویش کتشو کشیده بود رو سرش واسه این مرحله نبودا،
دور از جون آقای درویش، دور از جون واسه مرحله آخر حال بده. آره کت روی سر خب خیلی برای حال بده. من خودم مثلا بعض وقتا مثلا یه ذره حالم بد میشه، مثلا مشاعرم به هم ریزه، دل رودم گلاب به روتون مثلا یه مقدار میپیچه به هم، کتو مثلا میکشم تا اینجاها بعد خوب میشم. اینقدر بعد اگه مثلا دیگه خیلی حالم بد چه تب و لرزم داشته باشم، به هر حال آبریزشم داشته باشم، دیفین هیدرامین کامپاند لازم داشته باشم، اینا کتو میکشم اینجا تا زیر این سیبک گلو. خیلی دیگه اگه به هم ریخته باشم دیگه استخون درد و تب و لرز و دیگه مثلا رو به موت باشم، اینا کتو قشنگ میارم اینجا بالای دماغ زیر چش یه سوراخ میذارم اینجا که بتونم تنفس کنم. دیگه اگه مثلا دو تا شست پامو بسته باشم رو به قبله باشم، دور از جون آقای درویش که الان داره میشنوه، مثلا کتو ممکنه باز بیارم اینجا رو سر دیگه. نه حالا تو ببین آقای درویش چه احوالی داشت، ببین چیکار داره، کتو کشیده تا بالای کلاه، کشیده بالای، ببین چی کار میکنید با این مدیر عاملا. بعد از کار در معدن واقعا سخت ترین کاره، ببین چه جنگ اعصابی درست میکنه. بنده خدا حتی قضاش هم برداشته بود گذاشته قوت قالبش اونجا حتما تو اون سوپ بوده، حتما قطعا برداشته قضای خودش هم مرد نتونست بخوره، دهنش با نمیشده، اشتها نداشته. بابا چقدر بد بینید شما، چقدر اذیت کنید، حالا یه پشت سر شب بزنید، شاید اصلا آقا اصلا هیچ کنون مدیده نبوده، شاید خوابش میومده آقای در آفرین، شاید خوابیده بوده آقا رضا. آقا رضا خوابه، آقا رضا بیدارش کنید، آقا رضا، آقا رضا، رضا جان، رضا جان، آقا کجا بودش؟ آقا رضا آقا رضا آقا رضا رضا جان، آقا رضا 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 آقای تاج بدون اینکه خندشون بگیره گفتن که ورود وی ای آر به ایران در یک شرایط فوق‌العاده‌ایه. گفتن ما یک کارگروه تشکیل دادیم، کارگروه یعنی گروهی که تو کار میکنن فکر کنن، تو اون راجع به وی ای آر میشیم صحبت میکنیم، یعنی میرن تو جلسه میگن خب عزیزان سلام علیکم موز بیا، بله خیلی خوش اومدین، وار چی چیست؟ اصلا به چه درده میخوره؟ وار نمیخوام داور، اما هر کدوم خودشون وارن، اصلا نمیخواد، کارش نداریم که، این پولی وارا نمیخواد، اصلا ولش کن، خرابش میکنی پولا، پولی وارا تقسیمش میکنیم، چکارش میکنی؟ تقسیم، آه حقوقش میکنیم میدیم دستی داورا. نه، نه، چرا خیلی باید بکنیم؟ میگم آه این پولا را با نبای بینید داورا را با ما دیوار نیار دادم. پولی که پول سیاد که بخری بده بهشون و تمرکزشون میرزه به هم میره تو خوراکا، خریده، پوشاکا، اینجور مسائل این هم هست. میگم آه من پیشنهاد دارم زود پولا به عنوانی حق مأموریت این جلسه بین خودمون تخص کنیم چی طوره؟ یعنی نگاه کن این زرد و سیبا زهر ماری من کردی، علا رقمی میلی با تنیم قبول میکنم، آدمی اهلی تعاملی هستم ولی شهلا خوش آمده آی گرد پخص کنیم دادا که داور ها مادی نشن. آره موافق این چیکار کنم؟ غیاب کنم، غیاب کنم، بفرما بفرما تو پات پلاتین اسم میشین شهر آقا من موافقم و دستم آوردم. نه قبول است، قبول است، شما گول میفرمایید تصفیف شد. بعد آقای تاج هم گفتن که اصلا خود فیفا هم در جریان این قضایا قرار داره. داره؟ بله قرار داره، یعنی چی کار میکنن؟ جلسه که تموم میشه مینویسن یه ایمیل آقای چیز هلو و ما یه جلسه گرفتیم درباره وارم صحبت کنم. بعد در ادامه گفتن که ما بزرگترین مشکلمون اینه که میترسیم داورمون ازش نتونن درست استفاده کنن، وگرنه آوردن نصب کردنش که کاری نداره. بله استرس شما منم گرفتم، یعنی واقعا ترسناکه، یهو یه داور میاد اونجا میبینه 20 تا تلویزیون اونجا هست، کارتون بیا نمو رو بیار بذاریم ببینیم چی، مثلا نشینن باش کارتون ببینن، یا مثلا بیان ببینن که ای یه صفحه اینجا چه صافه، اینجوریش کنیم روش چایی ببریم، یه وقت نکنه داورمو چون نمیدونن حق با شماست. ما همیشه زود قضاوت کردیم، اسیر اشتباه شدیم، مدیران عزیزمون رو قضاوت کردیم و نفهمیدیم که این دوستان بصیرت مدیریتی دارن، چیزهایی رو میبینن که شاید من در زندگی میزود یا نبینم. نهتی جون دادا این نایمه دکارتم میزنه آب رومونه بود کارتی میبخور یا میگه میاره برا بفرماین
بلدی روزی سه بار نون بخوری پنج بار شکر خدا بگی؟ التماس نکن. با کار خودم درست بلد نیستم. این حواسم جمع میکردم اینجوری سرم گرم نکنی گیرت بیفتم. پس تو به چه دردی میخوری حسام؟ این حرفانو بذار کنار. بیا تا اینا در نرفتن چیزاشون بگیریم، اموالشون بدوزیم، آزادشون کنیم برن. گناه دارن، زن و بچه هم روشونه. بعدم میشینیم یه قرار قانون حسابی بذاریم، هر کی بره سر خودش. ها؟ نه حسام، تو به درد این صحرا نمیخوری. خب هفته گذشتم سرمربی تیم ملی بسکتبال ما انتخاب شد، همونطوری که رئیس فدراسیون قول داده بودن که حتما یه آدم رزومه دار و یکی از بزرگان بسکتبال جهان میاد سرمربیمون بشه و ما داشتیم که بین آدم های تاپ و فلان دنبال اسمای خیلی بزرگ. این کیه؟ شما کی؟ کارتو بکن، کارتو بکن. هرج و مرج ها؟ بله. چیز میکردم دنبال اسمای بزرگی بودیم تو بسکتبال که بیان سرمربی تیم ملی بسکتبالمون بشن. مثلا گفتیم حالا یا سرجیو اسکاریولو میاد یا گرگ پاچویو پاپوویچ یا ریچارد پریستون، دیگه زیر اینا ما نمیایم. اینا خیلی آدمای بزرگن تو بسکتبال، من کمتر آشنایی دارم ولی گوندن بسکتبالیا میدونن که از بین اینا ما آقای حشمت مهاجران، یعنی آقای هاکان دمیر رو آوردیم. هاکان دمیر که خود رسانه‌های ترکیه میگن هاکان دمیر رو وقتی بهش گفتن سرمربی تیم ملی ایران شدی اینجوری کرد، من تمرکزش ریخته به هم، دست و پا شروع کرده لرزیدن، توپ شربتی براش آوردن، قند آوردن، زدن پشت کمرش، اصلا یه وضعیتی شده بوده دیگه. حالا قطعاً حالا به هر حال ایشون صاحب رزومه بوده، ما خبر نداریم. طبق گفته‌های رئیس فدراسیون به هر حال ایشون میادین بین‌المللی زیادی رو احتمالاً تجربه کرده. نه ببین کلاً خارج از ترکیه ایشون مربیگری نکرده. نکرد. ترکیه بزرگه. اگه یه جای کوچک بود میرفت خارج ترش. مرزها تعیین کننده. به هر حال ترکیه هم ببینید، ترکیه هم کشوریه که تو بسکتبال جهان خوبه دیگه. الان تو لیگشون تیمای قدر رو گردن کلو. آخرین تیمی که قبل از ایران بهش دادن قهرنشین لیگ ترکیه بود که گفتن داداش بیا اینجا رو جمع کن ما سقوط نکنیم. چرا پس اینا آوردن؟ اوه چرا اونجوری نگو، اون قدم که فکر می‌کنی بی رزومه نیست، تو تیم ملی ترکیه بوده یه مدتی ها. تیم ترکیه 15ام تیم رنکینگ، گفتم یا نگفتم سرمربی ترکیه بوده؟ میتونه سرمربی ما هم باشه، به ما کمک میکنه. نه سرمربی نبوده، دستیار بوده. دستیار یکم خوبه دیگه، حالا بد نیست. نه دستیار یک نبود، دستیار دو بود. دستیار یک بود. لال شد دیگه، چه کاره بود خب آیه فدراسیون بسکتبال. دستیار دو یه تیم ملی قرنشین لیگ ترکیه خود میدادید تیم بسکتبال دیگه، اینقدر آدم نداشتیم ما، میدادید دست آقای مایل کوهن. درسته ایشون مربی فوتبالن ولی یه دوره هم تیم فوتسال رو دادن بهشون، بعد نبود جواب داد، شاید بسکتبالم جواب میداد. به هر حال اینا تپ 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 با پا میزنن به توپ، اینا تپ 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 با دست میزنن به توپ. از پا تا دست چقدر فرقشه؟ اینقدر. حالا بگو آدم گنده تر اینقدر، واسه اینقدر غریب پسندی، اینقدر بده. همشون توپ دارن دیگه، میدادید آقای مایل کن. این کی بود رد شد؟ حالا تو بکن جانی و تنی، ای همه جانم همه تو، عشق منید. من مگه دلخوشی من چیه؟ مگه تموم عمر چند تا بهار؟ ببخشید قربون شکل تک تکتون برم، تن من مباد، تو باد سنباد. یه باد دو، من آدم شوخی هم، همه میدونن. الهی من دور خود شما بگردم که عشقترینید و عزیزترینید دیگه، فدای شما بشم. تحال من مال شماست، جیگر من مال شماست، فدای سر شما. اگه که استخون ترقوبم رو من برای شما میدم. اصلا ببینید عشق یعنی وجود من به فدای شما، اصنا عشر من مال شما، تمام اعما و احشا، یعنی یه روزی که رگی در خونهای من اگه شما نباشید، ان شاءالله که من
منو بزنن سینه دیوار تیکه تیکم کنم. من به خاطر شما همه کار میکنم. کجا افتاد این کنسل این قضیه؟ با جان الهی من فدات شم، الهی من فدات شم، فدای اون چشم. زود 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 قربونتون برم الهی. من یعنی به این امید زندم که فقط یک روز دیگه بتونم که برای شما ببینید. دوستان بچه هم ممنونم. نه بس دیگه، منظورمون رسید. شبا شبا. نه نمیخواه، رسید، منظور رسید. ببینید اسمساتو چک کن، یه مفهوم تمومه. الان پیام اخلاقشو میخوام بگم. مردم اصلا مشکلی با این ندارن که شما برای فوتبالتون برای پوله، میدونیم هممون. مشکل با این دارن که قبلش میاد میگید ما سر خودمون رو میبریم برای شما و فدای سر شما و فلان. اونو نگید، اونو اگه نگید بعدش که برای پول ول میکنید این کار رو میکنید، کسی کارتون نداره. حالا اینو من میگم بعضیتون ناراحت میشید، ولی من خوبی شما رو میخوام. خدا شاهده من خوبی شما نگید، فقط خوب بازی کنید، سرتون روز پایین. آره دیگه برای پوله، منم خودم برای پول اینجا، اینم برای پول اینجاست، سابتایتل که اصلا برای پول همه جاست، یعنی خونه پدرش هم که میره پول میگیره ازش. ول کنید این رسید بانکی تموم شده میگم. حالا یه چک بکن. بچه های والیبالمون هم برای پول بازی میکنن، یه آبشار بزنم اونم بگم. نگید فقط تو جونم رو میدم فلان، نه. خندگی زجر، زندگی خرج داره. تموم شد، رسید دیگه، ول کنید، چون چرا نقشتون نمیاد بیرون. گم شید دیگه بچه ها، بفرمایید عزیزانم. حاضری کسی که عاشقشی به خاطر پول پول خیلی زیاد ول کنی؟ نه 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 نه، چرا 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 پول خیلی 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 زیاد باشه؟ چرا بله یه خبرم رسید حقیقت بهمون هم برخورد. این قسمتشو جدی دارم میگم. ایالات متحده آمریکایی ها این قضایه سیاست فوتبال و نه والیبال این دفعه با هم قاطی کردن و ورزش کلا بگیم. بعد گفته بود آقا ویزا نمیدیم به اعضای تیم ملی والیبال، بعضیاشون نمیدیم و لیگ جهانی نمیتونن برن. اون آقا هم فیبا هم پشت ما رو گرفت و آقا اصلا اینجوریه، نباید قاطی کنید دیگه. ما هم چیکار میکنیم؟ محروم میکنیم، یعنی محروم نمیکنیم، زورمون به آمریکا که نمیرسه، فقط این هفته رو کلا نتایجشو حساب نمیکنیم. بازم خوب بود، من به همین هم ما امید نداشتیم. ازت تشکر میکنم. باشه، حالا اینجاش که واقعا حق با ما بود. بعد یه جزئیاتی هم مثلا اینو من بین خودمون میگم، لیستی که فدراسیون والیبال ما داده که این تیم ملی والیبال ماست، کاروان ماست، میخواد بره اونجا، خیلی بودن، 70-80 تا اسم داده بودن. حالا شخص ما رو می‌نویسی؟ همین فقط به نفر بعد تو بودی دیگه. من دیدم تهران خلوت شده بود. یه جا داره جان من بنویسی؟ نه هم جا داره، نفر بعد می نویسند تو. یعنی یه وضعیت بود، یکی از اعضای فدراسیون والیبال، حالا اسم شما نگیم، خودش اومده بود صحبت کرده، گفته بود حتی اگر یک نفر از دوستان ما را ویزا ندهند همه یه تیم نمی روند. بعد الان خودش رو گذاشته یک، داره میره. حداقل میذاشتی چهار، گفته یک و دیگه حتما میدن دیگه، اگه بخوام بعد اخلاقشن از 8-9 دو رقم یارو مثلا شروع میکنن، 10 به برشون. حالا اینو کاری نداریم، ولی دیگه حالا یه آمریکای ملعون و جنایتکار دیگه، چرا اینقدر این همه اسم دادید دیگه؟ باید سر نرفتن دعوا باشه، چیزی که ما یاد گرفتیم. 80-90 تا اسم، یعنی همه این همه آدم رفتن کلا توی سفارت چیز آمریکای جنایتکار توی ترکیه جمع شدن دور هم دیگه، گفتن ما تیم ملی والیبال ایرانی. گفتن بابا شما 7-8 تاتون قد بلندید، بقیه‌تون چی؟ اینو لیبرویم حتما. تیم ملی ایران با 7-8-10 تا والیبالیست و 850,000 تا لیبرو رفتن اونجا، گفتن ما میخوایم. خب ندادن دیگه. الو مصطفی میای آمریکا؟ چاکرم. آقا یه مصطفی هم اضافه کن. مصطفی هم بنویسیم بچه‌ها. مصطفی ما دو نفریم. بله نه تو رو که نوشتن، تو خودت تو الان تو لس آنجلس بدون. دست در آره. نکنه. خودت هم تو هم خودت تو تنسی داکسی دو بدون. اصلا خوشحال نشین. بعده جای بعده تو هم می‌خوای؟ اونم بنویسید بره چیز چیه؟ گاو بچرونه تو تگزاس. خصوصی بگیر دیگه. تصورشون از آمریکا بله نه حبابه بچه ها نخواهید که برید. حالا اینا هم میخواستن برن که بدونن اونجا چقدر بده، حتما کارشون قشنگ بوده، دستتون درد نکنه. خانم یه سوال سخت میپرسم. بفرمایید. اگر آمریکا بده
چرا فقط برای ما مردم بده؟ مقامات مسئول خیلی هاشون فرزنداشون دارن در امریکا تحصیل میکنن. حالا از این بدتر، من تو امریکا تحصیل کردم. خودتون در امریکا تحصیل. آره از این بدتر. ببینید امریکا تو بحث تحصیلات، تو بحث کار، من فهم میکنم من بالاخره خیلی انتخاب میکنم برم اونجا تحصیل کنم تو کار علمی. بالاخره ما باید خیلی از این توانمندی ها رو برای کشور خودمون داشته باشیم. خیلی از افرادی که مسئولیت دارن، مدیرن تو کشور، ممکنه تو اروپا، تو آمریکا، تو کشورهای دیگه، ژاپن، هیچ اشکال نداره. من فکر می‌کنم نه اشکال سیاسی داره نه اشکال شرعی داره. خب خیلی متشکرم، لحظات پایانی این ویدیو شکم رسید. متشکر، ممنون و واقعا سپاس که اینقدر لطف دارید به ما. خواهش می‌کنم ما رو در فضای مجاز آیه درویش شمایی؟ از کجا فهمیدی؟ از کجا به نظرت فهمیدم؟ من که خیلی خوب خودم رو استتار کردم، از کجا فهمیدی؟ از این سبز دیگه، برگ سبزی تحوه درویش. آره آره، اگه مثلا برگ سبز تحوه انصاری فرد بود من فکر کنم شما های انصاری فردی مثلا. مثال زدم ولی خوب من استتار کرده بودم. آره تو خوب استتار کرده من ما رو در فضای مجازی دنبال کنید. ویدیو چک دات تی وی اینجا می نویسیم که یه وقت من اینجا تمرکز ندارم اشتباه نگم. و آره دیگه اونجا ما رو ببینید و توی تلویزیون ما رو ببینید و مواظب خودتون باشید. باباهاتون از طرف من ببوسید. خواستید استتار کنید پتو ببرید با خودتون زیر کت، هیچ آدمی جا نمیشه بالای 4 سال. و آره دیگه اینکه خودتون نکشید، من برای شما جونم هم میدم، اما برای پول کار میکنید اینجوری بگید که مردم بیشتر ارتباط باهاتون برقرار میکنن. بابا رو ببوسید گفتم؟ دوبار ببوسید. زنده‌باد. دیگه استتار نمی‌کنی؟ آره تو بکن. ویدیو چک.